سلام دوستای گل، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. با نام خدا شروع میکنیم و میریم یک موزیک ویدیو از آقای نصرت پارسای عزیز، زنده یاد، که اسم آهنگو سرچ کردم متوجه نشدم، پیدا نکردم اسم آهنگ چیه، ولی شعری از زیبلنساء مخفیه اگه درست تلفظ کرده باشم، و یه کنسرت بوده، یه موزیک ویدیو بوده توی آمریکا. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، خیلی مخلصیم و بزنید بریم. چقدر پشت مو داشته آجی؟ چه اون موقع پشت یه مدتی پشت مو مد بوده دیگه، 100%. پشت موهاش از جلوی موهاش بیشتره. بریم جلوتر. بیرون روید از دل صدای شعرش زیبلنساء مخفی، درست گفتم؟ از بعد که بعد زخم ستم خوردم و رفتم. صدای خاصی داره، خدایی خیلی حیف شده. من همیشه تو ریاکشن هم هر آهنگی که از نصرت پارسا گوش، فکر کنم 2-3 تا گوش کردیم، خیلی صداشو دوست دارم واقعا. توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا داره میخونه، جورج نمیدونم چی یونیورسیتی. خون رود از دل نشون بده ساز چیه، کم تصویرش رو از دورتر نشون بده ببینیم ساز زدنش هم حال کنیم. تو هم جانی و هم جانان دل، تو هم جانی و هم. صدا هارمونی خیلی ریز و خیلی کم اون پایین، باحاله، جالبه. سمت تبله سمت راستی بمه، این صدای بوم بوم که میده سر ضربا، معمولا اول میزان ها میگه بوم، یه ضرب قوی داره اونو با تبله بزرگ میزنه، یعنی بوم دی 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 بوم دی دی، اونو تبله بزرگه میزنه. تو هم جانی جانان دل، خیالت جا بره. اصلا آدم باش تکون میخوره، خیلی ریتمش باحاله. در خانه دل تو هم جانی و هم جانان دل، خیالت جا بره در خانه دل. تو هم جانی و جانان دل، خیالت جا گرفت در خانه دل. تو یه کلمه یعنی عاشقت شدم دیگه، خیلی ایزی ساده. تو هم جانی و تمام حسش داره میزنه، یعنی اینا ناخودآگاهه که توی نوازنده ها بهوش. مثلا میبینی یکی داره ساز میزنه، خب من خودم اینجوری هم موقعی که میزنم تکون میخورم، بعد مثلا میام ویدیو خودم رو نگاه میکنم میگم بابا من چرا انقدر تکون میخوردم اون لحظه. میبینی اینا ناخودآگاه غیر ارادیه. این طبل نوازم نگاه کنید چه تکونایی میخوره، اینا از لذتیه که موقع ساز زدن داره میبره. خیلی ساده، یه دونه هارمونی یه دونه تبله، ولی ببین چقدر مثلا با تغییر ریتم و چقدر با تغییر و جاهای جاگذاری ضربا چقدر قشنگه، آدم گوشش خسته نمیشه. محبت
با تبله تریوله زد، درد 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 درد، تریوله بود دیگه، سه تا نوت رو روی نوت سیاه زد. بزنم عقب. یعنی درد درد، حالا سه تا یا چهار تا، ولی روی رو فاصله زمانی نوت سیاه میزنه. باحاله. توی شما منم پروانه دل، توی شما منم پروانه دل. این تغییرهایی که روی ضربای تبله داره میده باعث میشه آهنگ خسته کننده نشه. دولا چنگ میزنه، چنگ میزنه، سیاه میزنه، خیلی باحاله. در خانه دل تو هم جانی اسمشو هر کی میدونه به خیلی قشنگ میزنه تبل نوازشو. کمتر معمولا تو آهنگا پیش میاد که مثلا نظر آدمو یه دونه تنبک نواز، یه دونه تبل نواز مثلا جلب کنه. همیشه تمرکز روی اون سازای سیمی مثلا مثل رباب و این چیزاست، ولی خیلی استادانه و باحال میزنه. اسمشو بنویسید اگه میدونید. خیلی قشنگ. مکن ساقی دلم خوبر جامه، مکن ساقی دلم. چه کشیده و چقدر مسلط، باریکلا. قشنگه، قشنگ جا به جا میکنه، میاد روی نوتای عقبتر، خیلی باحاله. مکن ساقی دلم، مکن ساقی دلم بر جامی. مثل همون آهنگایی که گوش کردیم خیلی تکرار توش زیاده. حالا به اون بیتایی که تکرار میشه میگن شاه بیت دیگه، تقریبا تا اونجایی که من فهمیدم، یا شاه فرد. بریم جلوتر. کشش پرخون دل پیمانه دل، کشش پرخون دل پیمانه دل. خیال کجا گره در خانه دل. به نظرم آقای نصرت پارسا یکی از بهترین هاست. اول آهنگم نوشته بود دیگه، کمپوزش هم خودش بوده، آهنگسازش هم خودش بوده و خیلی باحاله. دستشو چه حالت عجیبی اینجوری میذاره، یه نمیدونم انگشت اشارهشو خم میکنه، بعضی نوتا رو میخواد بزنه. خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که به نظر میاد تبل زدن. خیلی مثلا آدم فکر میکنه راحته دیگه، گرفته دد دد میزنه، ولی نه، خیلی سخته انگار. مخفی بهر کن تو مجنون آقابه. خیلی سینکه، عاشق این تبل نوازه شدم آجی. دو 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 با صدا بالا پای میره، خیلی باحاله. تو مجنون آقابه مخفی بهر کن، تو مجنون برای خودش اصلا دستش بازه، هر کاری که دوست داره میکنه، نوت بالا میخونه، نوت پایین می، خیلی اعتماد به نفس بالایی میخواد دیگه. یعنی تو باید خیلی مسلط باشی اینجوری بخونی. دمش گرم، روح شاد. تو مجنون آقابه مرکی بهر کن، مراسد بر منا افثانه دیر، مراسد بر منا.
این موتیوشه دیگه، تکرار شونده ها رو، حالا اون چیزی که تو موسیقی رو مثلا تکرار میکنه رو میگی موتیو. این قسمت های تکرار شونده زیاده تو آهنگ های افغانستان. صدام گرفته. اندینگشه زدم آقا. ای کاش نشون میداد چقدر جمعیت، یعنی دو سه تا شات عقب هم میگرفت جگر رو آدم ببینه. خیلی قشنگ بود آقا، دمتون گرم، واقعا زیبا بود. و دو سه تا آهنگ از آقای نصرت پارسا زنده یاد روح شاد گوش کردیم که همیشه من خیلی حال میکنم.